مهران مدیری هم به جمع معترضین پیوست و اعلام کرد که هیچ شبکه‌ای و هیچ رسانه‌ای حق نداره در داخل ایران یک فریم از برنامه‌های اون رو پخش کنه. حالا چی شده که مهران مدیری باعث شده بیاد و در صفحه مجازی خودش صحبت کنه و اعلام کنه که مهسا رو چرا کشتید؟ من اعتراض دارم و تسلیت بگه و بعدش هم بگه که تلویزیون و جاهایی که سالها براشون کار کرده و خوش خدمتی کرده و اونها رو ساپورت کرده، حمایت کرده، باهاشون بوده، بهشون اعلام کرده که حق ندارید که برنامه های منو پخش کنید. واقعا این صحبت ها یعنی چی؟ فکر کرده که این رژیم داره تموم میشه، روزهای آخرش هست و سابقه خوشی در نزد مردم و کسانی که مبارز بودند بر علیه خامنه ای و رژیمش مبارزه کردند آمده و از آب گلالود ماهی بگیره و قبل از اینکه رژیم سقوط کنه اعلام کنه که من مخالفت کردم با سیاست های رژیم و مهسا رو بهانه کرده و اعلام کرده چون مهسا رو کشتند کسی حق نداره که فیلم های منو نمایش بده. این یک دودوزه بازی است، یک زرنگ بازی است از این شخص که فکر میکنه مردم گول میخورن با همین دو کلمه ای که گفته دیگر تواب شده و توبه کرده و برگشته به راه درست و با مردم هست، در حالی که این نیست. انسان‌ها باید در مواقعی که مردم به اونها نیاز دارند، هنرمندانی که ساپورت کردند، بلیت خریدن، رفتن سینما، در تلویزیون نگاه کردن برنامه‌هاشون رو، در خیابون، در جلوی جمع با اونها باشه، نه اینکه چند روز که تظاهرات شد، شلوغ شد، شهر شلوغ شد، شهرها شلوغ شد، 200 تا شهر شلوغ کردن، یک بار امشب ایشون اومده و اعلام کرده که من متاسفم با عنوان کسی که مخالف است. حالا صحبتاشو گوش کنید. سلام عرض میکنم. همیشه حرف هام رو با این جمله آغاز کردم که امیدوارم حالتون خوب باشه. بله، حال هممون خیلی خوبه. در این روزهای پر از خشم، در این روزهای پر از بغض، در این روزهای پر از اشک، حالمون خیلی خوبه. تصاویری که در فضای مجازی دیده میشه باور نمی کنیم. با مردم خشونت نکنید، با این مردم، مردمی که 40 سال با صبوری همه بحرانها رو کنار اومدند و تحمل کردند، جنگ رو، تحریم اقتصادی رو، هوای پر از سرب رو، مشکلات معیشتی رو، فشارهای اقتصادی رو و هزاران هزار بحران دیگر رو رد کردند و بودند و ایستادند، با این مردم خشونت میکنید؟ با مردم حرف بزنید، ببینید مطالباتشون چیه. هیچ کس در این کشور خواهان خشونت نیست. هیچ کس دلش نمیخواد شیشه بشکنه. هیچ کس دلش نمیخواد اتومبیل آتش بزنه. هیچ کس دلش نمیخواد چیزی رو تخریب کنه. ببینید مطالبات مردم چیه. و نکته ای دیگه، اخیراً اعلام میکنن که قرار ادامه برنامه دور همی پخش بشه بعد از ماه صفر. ما که ضبطمون تموم شده، 30-40 قسمت مونده که قرار پخش بشه. دور همی دوباره شبها تلویزیون رو روشن کنیم، بشینیم دور هم بگیم، بخندیم، کیف کنیم؟ حتما. به عنوان سازنده، طراح، مجری و کارگردان این برنامه اعلام میکنم نمیخوام حتی یک فریم از تصویر من به هیچ بهانه‌ای در هیچ شبکه‌ای پخش بشه. اینقدر که حق دارم به عنوان صاحب این اثر، اینقدر که حق دارم. این تنها کاریه که از دستم برمیاد. فعلا این تنها کاریه که از دستم برمیاد.
لطفاً هیچ تصویری در هیچ شبکه‌ای از من پخش نکنید. دور همی مال حال خوبه. با دور همی نمیشه حال مردم رو خوب کرد. لطفاً خشونت نکنید. به حرف مردم گوش کنید، ببینید مطالباتشون چیه. همه ی کسانی که در این درگیری ها حضور دارند، در یک وطن زندگی میکنند، در یک شهر زندگی میکنند، از یک خونند. تسلیت میگم به همه ی خانواده های داغدار و تسلیت میگم به همه ی خودمون که داغداریم با این همه تلخی. امیدوارم هممون بتونیم این بحران رو و این خشم رو با درایت بگذرونیم که اتفاقات بدتری نیفته. به امید دیدارتون، خدا نگهدار. خب شنیدید که چگونه با یک لباس مخصوصا پوشیده، یعنی حزن‌انگیز، بسیار ناراحت و یک نقش دیگری رو اینجا از خودش نشون داد که بگوید من با مردم هستم، در حالی که 44 سال که این حکومت هست، در حدود 30 سال شد تو همکاری کردی، تقریبا از سال 70 هم حساب کنیم شما 30 سال با رژیم همکاری مستمر داشتی و در جاهای مختلف، فیلم‌های مختلف دفاع کردی ازشون و حالا این که فهمیدی خبرهایی داره میشه و مردم ناراضی به خیابان‌ها آمدن، تو هم آمدی خودت رو داری قاطی مردم می‌کنی. انسان بله میتونه تغییر کنه، میتونه عوض بشه، اما صادقانه میتونستی صادقانه بیای بگی من تا امروز با برنامه‌های جمهوری اسلامی در تلویزیون، سینما و تئاتر بودم و حالا دیگه نیستم، از امروز میخوام با مردم بشم و این هیچ اتفاقی نمیافتاد و پذیرا بود. اما باز اینجا هم اومدی نقش بازی کردی و به گونه ای گفتی که اگر پس فردا دوباره حکومت قدرت رو مثل سابق در دست گرفت، بگوی من فقط تسلیت گفتم تو این شرایط، در این شرایط که عزاداری است برای مهسا، برنامه های منو پخش نکنید و بعد دوباره شروع کنی به کار کردن. این یعنی دو دوزه بازی. شما اگر برگشتی تا حالا هر کار کردی خوب کردی، از این به بعد میتونی بگی دیگه نیستم، ولی شما این کارو انجام ندادی، باز با سیاست آمدی نقشی رو برای مردم بازی کردی. صداقت اولین عمل یک هنرمند هست که با مردمش رو راست باشه. بدرود.